سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمدرضا صادقی هستم و میخوام توی این قسمت در مورد 5 تا ترفندی صحبت بکنم که میتونید عمر باتری دوربینتون رو باهاش افزایش بدید. اگه با دوربین حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای کار کرده باشید، این رو احتمالاً میدونید که همیشه باتری اضافی در اختیار ما نیست، همیشه شارژر در اختیار ما نیست. بعضی وقتا توی شرایطی هستیم باید اون شارژی که دوربینمون داره رو تا حد اکثر ترین حالت ممکن برسونیم. و اما ترفند اولی که میتونیم عمر باتری دوربینمون افزایش بدیم، کم کردن استفاده از مانیتور دوربین هست. فرقی نمیکنه برای گرفتن عکس، یعنی برای دیدن منظره، برای فوکوس کردن، یا بعداً برای بررسی عکس ها میخواین از مانیتور استفاده بکنید. باید این رو بدونید که استفاده از مانیتور میتونه مصرف انرژی دوربینتون رو خیلی بیشتر بکنه. نکته دوم، اگر از این فلش ها که روی دوربین نصب میشه که اصطلاحا بهش میگن اسپید لایت ندارید، کلا باید فلش زدن رو فراموش بکنید، چون این فلش برای هر بار شارژ کردن خودش انرژی خیلی خیلی زیادی رو از باتری دوربین میگیره. ضمن اینکه عکاسای حرفه‌ای به هیچ وجه از فلش روی دوربین خودشون استفاده نمی‌کنن، چون که عکس‌های چندان حرفه‌ای رو تحویلشون نمیده. مورد سوم، عدم استفاده از لرزشگیر دوربینتون هست. حالا فرقی نمی‌کنه که DSLR دارید که لرزشگیرتون توی لنزتون هست، یا دوربینتون بدون آینه است که توی بدنش هم ممکنه لرزشگیر داشته باشه. اینو باید بدونید که لرزشگیری کردن خیلی فرآیند انرژی بری هست از دوربین. پیشنهاد میکنم به جای اون از یک سپایه استفاده بکنید که مصرف انرژیتون هم کمتر بشه. مورد چهارمی که مصرف انرژی دوربینمون رو کم میکنه، عدم استفاده از مود کانتینیوس سرو هست. بذارید توضیح بدم این مود یعنی چی. شما وقتی که با دوربین حرفه‌ایتون فوکوس میکنید دو حالت داره، یا اینکه دوربین فوکوس میکنه و تمام قفل میشه اون فاصله، یا اینکه نه، تا زمانی که دست شما روی دکمه فوکوس هست دوربین به فوکوس کردنش ادامه میده. این برای سوژه های خوبه که متحرک است و فاصلهش از دوربین کم یا زیاد میشه. ما توی عکاسی به این مود میگیم کانتینیوس سرو. حالا نکته اینه که این مود مصرف انرژی خیلی زیادی داره. اگر میخواید توی باتریتون صرفه جویی بکنید نباید ازش استفاده کنید. و در نهایت نکته آخر و نکته پنجم اینه که باید باتری دوربینتون رو گرم نگه دارید. فرض کنید توی یه شرایطی هستید که مثلا هوا سرده و ما این رو میدونیم که باتری ها یک دمای بهینه‌ای دارن برای مصرف، یعنی از یه حدی گرم‌تر بشن یا یه حدی سردتر بشن شارژ دهیشون و طول عمرشون کمتر میشه. پیشنهاد من اینه که اگر از دوربینتون برای چند دقیقه تا چند ساعت استفاده نمی‌کنید، باتریش رو در بیارید بذارید توی جیبتون، اونجا گرم‌تره، یا مثلا توی مشتتون میتونید نگه دارید و فقط زمانی که می‌خواید عکاسی بکنید باتری رو در بیارید و توی دوربین بذارید عکس بگیرید. خب این 5 تا ترفندی بود که میتونید طول عمر باتری دوربینتون رو افزایش بدید. امیدوارم که بتونید عکسای خیلی خیلی خوبی رو باش بگیرید.